دوستان سلام، به یه فرادرس دیگه خیلی خوش اومدید. آشنایی با مفاهیم دورکاری یکی از موضوعات مهیج و روبه رشد همه جوامع بشری امروزی هست. من دکتر سعیدی روبات هستم و قراره تو این دوره همراه و هماموز شما باشم. چند تا نکته رو اول میخوام خدمتتون عرض بکنم. اول اینکه من خودم یه دورکارم، یعنی دورکاری میکنم، حدود 60 ساعت در هفته کار میکنم، 40 ساعت رو دورکاری میکنم، مثل همین کاری که الان دارم میکنم. دوره آموزشی که میبینید رو من به شکل دورکاری و از منزل انجام میدم. حدود 20 ساعت هم میرم دانشگاه و به عنوان معلم تدریس و پژوهش میکنم. نکته دوم این که هدف دوره ما کاملا راهبردی و استراتژیکه. یعنی ابتدای دوره شما وضعیت موجود خودتون رو به لحاظ دورکاری بررسی میکنید، بعد وضعیت مطلوب ذهنی خودتون رو طراحی میکنید و امیدواریم پس از پایان این دوره یاد بگیرید چطور دورکاری بکنید و دورکاری کردن چگونه مزایا و معایبی داره. نکته آخر این که اطلاعاتی که تو این دوره استفاده کردیم از منابع برجسته بین‌المللی مثل گروه مکنزی، بوستون گروپ و دیلویت، یعنی شرکت‌های حوزه مشاوره و تحلیل بازار که در دنیا اعتبار بین‌المللی دارن، در این دوره ازش استفاده شده. با این توضیحات بریم سراغ درس اول، ببینیم که اصلاً دورکاری چیه و چرا باید دورکاری بکنیم؟ خب تعریف خیلی ساده ای داره دوستان. دورکاری یعنی فرایند انجام کار به گونه ای که شما از مقر اصلی ادارتون، ساختمونی که درش به طور عرفی کار میکنید، شرکت یا سازمانی که درش به شکل متعارف باید حضور پیدا بکنید، به این میگن دورکاری کردن. یه سری اسامی دیگه هم متداول شده تقریبا تو 15 سال 20 سال گذشته، مثل کار در خانه یا کار در منزل. کار از هر جا و هر کجا هم عنوان دیگه ای هست که ممکنه برای دورکاری یا ریموت ورکینگ استفاده بشه. کار از راه دور هم عنوان دیگه ای که براش استفاده میشه و کار در حرکت هم که دیگه موضوعی کاملا جدیدتری هست، یعنی که شما یه زندگی کوچنشینی را آغاز میکنید، در حینی که کار میکنید میتونید در شهرها، کشورها و جاهای مختلفی زندگی بکنید و پیوسته هم کارتون رو از راه دور انجام بدید. میتونید یه روز در لرستان زندگی بکنید و ماه بعد برید شمال زندگی بکنید و پیوسته جاتون رو عوض بکنید، یا یه سال در ارمنستان زندگی بکنید، سال دیگه برید اسپانیا کار بکنید و زندگی بکنید. این در حرکت بودن هم جدیدن یه مدل کاری هست که کشورهای زیادی هم ازش حمایت میکنن، حتی به دورکاران ویزای کار از راه دور هم میدن که به اینها هم در انتهای دوره اشاره میکنیم. اما روند دورکاری از یه زمانی آغاز شده. ما شاید فکر کنیم که دورکاری مربوط به دوران کرونا هست و این تازگی ها را افتاده، اما حقیقتا این دورکاری زمان خیلی طولانی، قدمت خیلی طولانی داره. شروع دورکاری در 1980 با شرکت IBM آغاز شده. IBM شرکت تراز اول بین‌المللی در حوزه تحلیل بازار الکترونیک، دستگاه الکترونیک و پردازنده ها و کارهایی از این قبیل هست و شرکت معروف بزرگ بین‌المللی. ابتدا در این شرکت اصلا مفهوم دورکاری را افتاد و تعدادی از کارکنان شرکت IBM شروع کردن به دورکاری کردن. بعد این مدت یه شعاری در واقع آغاز شد در حوزه شرکت‌های فناوری که کار کردن سفر نیست. اینکه فردی قرار کار انجام بده کار مهمه، نه اینکه سفر کردن یعنی حرکت از محل منزل تا محل کار که نوعی سفر کردن محسوب میشه مهم باشه. به عبارتی ساده‌تر، مهم نیست که شما کجا کار میکنید، مهم اینه که کار میکنید. چون کار کردن با سفر کردن که حرکت کردن و راه رفتن هست کاملا متفاوته. حوزه دیگه‌ای که باعث شد دورکاری رواج پیدا بکنه راه اندازی استارتاپ هایی بود که از خونه ها آغاز شد. حتما سرگذشت شرکت هایی مثل اپل، گوگل رو شنیدید که از گاراژ خونه هاشون شروع کردن به کار کردن. خیلی از شرکت ها هم به این دلیل که اون ابتدا توان مالی نداشتن یا صاحبان و تأسیس کنندگان این شرکت نمیتونستن ملکی جایی رو اجاره بکنن، استارتاپشون از خونهشون راه اندازی کردن و تا مدت زیادی که توان اقتصادی پیدا کردن کار از خونه در واقع نوعی شروع کار محسوب میشد. از دهه 1990 اتحادیه‌های کارگری شروع کردن به رسمیت شناختن کسانی که دورکاری میکردن.
یعنی اینها رو هم کارمند و کارگر محسوب کردن و ازشون در برنامه‌های حمایتی خودشون شروع به پشتیبانی و حمایت کردن. بعد یه مدتی از 1990 که اوج شروع موبایل ها در دنیا بود، ابزارهای توسعه دورکاری در دنیا راه افتاد، مثل ابزارهایی که شما میتونید تماس صوتی داشته باشید، تماس تصویری داشته باشید، متنی داشته باشید. شروع به توسعه ابزارها از 1990 اتفاق افتاد. تا سال 2010 این حوزه رشد متوسط اندکی داشت، اما از 2010 توسعهش به شدت گسترش پیدا کرد. نرم افزارهایی مثل اسکایپ، یاهو مسنجر و همینطور موبایل های نوکیا که توی 1990 شروع شدن و تا 2006 و 2007 در اوج خودشون بودن، ابزارهایی برای دورکاری بودن و همینطور دورکاری رو توسعه دادن. تا رسیدیم به کرونا و کرونا باعث شد که یه دفعه یه اتفاق خیلی بزرگی در دنیا بیفته و اون اتفاق این بود که مردم مجبور به دورکاری شدن. یعنی تا قبلش اختیاری بود، در دوران کرونا یه دفعه همه کسب و کارها به ناچار ابزارهای دورکاری رو در شرکت‌های خودشون، در منزل و دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادها همشون به سمت دورکاری رفتن و رشد و بلوغ دورکاری قراره که از سالی 2020 تا 2030 باشه، جایی که تقریباً 60% 50% همه کارا قابلیت دورکاری پیدا خواهند کرد. البته آمار و همه پیش‌بینی‌هاش رو در ادامه خدمتتون میگم. اما الان وقت چیه؟ وقت اینه که عزیزان، این که گفتم برنامه راهبردی داریم، اینجا باید وضعیت خودتون رو به عنوان کسی که جویای کار هستید یا در پی توسعه کارتون هستید مشخص بکنید که آیا دوست دارید دورکاری بکنید یا نه. اگه میخواین جزء دورکاران آینده باشید، وضعیت موجود خودتون رو مشخص بکنید که آیا دورکاری دارید میکنید یا نمیکنید، یا دوست دارید در آینده دورکاری بکنید، که در ادامه بهتون میگم که به چه چیزهایی نیاز دارید و چه کارهایی باید انجام بدید. مثل هر پدیده دیگه، دورکاری هم یه سری معایب داره و یه سری مزایا داره. با هم دیگه ببینیم که مزایا و معایب دورکاری چیه و کدوم یکی به دیگری میچربه. ابتدا مزیتاشو ببینیم با هم دیگه. یکی از مهمترین مزایای دورکاری صرفه‌جویی مالی و زمانی. تحقیقات فراوانی نشون داده در دنیا، مثلا در امریکا سالیانه حدود 11,000 دلار صرفه‌جویی مالی میشه در رفت آمد و هزینه سوخت و هزینه های استهلاک فراوان دیگه ای که افراد هنگام رفت آمد از منزل به محل کار مجبورن پرداخت بکنند. صرفه‌جویی مالی و زمانی از جمله مزایای بسیار برجسته دورکاری، مخصوصا که با آلودگی های فراوان زیست محیطی در دنیا مواجه هستیم و دورکاری میتونه راهکاری باشه جهت کاهش تغییرات اقلیمی بسیار مخرب در دنیا. نکته دیگه ای که وجود داره، مخصوصا تو کشورهای توسعه یافته دنیا، زندگی بخش مهمش کاره. یعنی ابتدا کار میکنن مردم، بعد زندگی میکنن. اولویت اصلی زندگی و یه تعادل در زندگی اینه که شما به خاطر زندگی کردن کار بکنید، نه که کار اصل و مبنا باشه. شتاب زندگی و همینطور تداخل امور مختلف باعث شده در دنیا که کار برجستگی بیشتری نسبت به زندگی داشته باشه. با دورکاری شما میتونید بین کار و زندگیتون تعادل بیشتری برقرار کنید و حقیقتا من تجربه 5 ساله‌ای که در حوزه دورکاری دارم این رو به وضوح میبینم. خیلی راحت‌ترم، آرامش بیشتری دارم، زندگیم تحت کنترل خودم هست به جای اینکه کارفرمای من رئیس من باشه. بهره‌وری در بسیاری از کارها و همینطور کارآمدی باز تحقیقات نشون داده که در دورکاری افزایش پیدا میکنه. من مثلا آموزش‌های زبان رو که تخصص من هست متوجه شدم میتونم با استفاده از فناوری‌های گوناگونی به عنوان ابزارهای کمک آموزشی استفاده بکنم. به عبارتی ساده تر، مثلا برای خود من بهره‌وری و کارآمدی کارم هنگامی که دورکاری میکنم نسبت به زمانی که کار حضوری دارم خیلی بیشتر. توسعه سبک سالم تر زندگی براتون مقدور میشه. معمولا رفت و آمد روزانه در کار و برگشت به خانه باعث استهلاک و صرف انرژی خیلی زیادی میشه و افراد کمتر میتونن ورزش بکنن، غذای سالم بخورن، خیلی وقتا ناچار میشن حین رفتن کار و اومدن از کار یه غذای فست فودی بخورن که خیلی میتونه باعث تهدید سلامتی در دراز مدت بشه.
دورکاری میتونه به شما این امکان رو بده که زندگیتون رو با حق انتخاب‌های بیشتری خودتون اداره بکنید. دورکاری امکان استعدادهای جهانی رو براتون فراهم میکنه. تصور بکنید که به عنوان یه شرکت، یه سازمان یا یه نهاد میخواین امکان استخدام داشته باشید. مهندسین مثلا فناوری رو بتونید از چین، هند، پاکستان، امریکا، اروپا، از همه کشورهای دنیا برید بهترین ها رو انتخاب بکنید. بنابراین امکان استخدام رو برای کارفرمایان در سطح جهانی فراهم میکنه. انعطاف پذیری ساعات کار از جمله موضوعاتی که در بسیاری شرکت ها و سازمان ها طی سالهای گوناگون در پیش بودند. مثلا بعضی از افراد شب کارترن، بعضی ها صبح زود بیدار میشن کار میکنن، یه عده ممکنه وسط روز کار بکنن، یعنی آدما بهره‌وری و کارآمدیشون در ساعتهای مختلفیه. دورکاری این امکان رو براتون میده که مثلا صبح زود کار بکنید، شب کار نکنید، یا هر کس بر اساس میل خودش در اون ساعتی کار بکنه که بیشترین بازدهی رو داره. اما دورکاری هم یه سری ایرادات داره، یه سری اشکالات داره. مهمترین اشکال کار اینه که خیلی وقتا در سازمان‌ها و ادارات کارها به شکل تیمی یا گروهی انجام میشه. دورکاری در یه حوزه‌های امکان کار تیمی رو کاهش میده. اشکال دیگه‌ای که دورکاری ایجاد می‌کنه اینه که باعث انزوای اجتماعی ممکنه بشه. یعنی اگر شما برنامه‌ریزی هدفمندی نداشته باشید هنگامی که دورکاری می‌کنید، چون آدم‌هایی که در محل کارتون و در رفت آمد ملاقات می‌کنید، این ارتباط رو در روی اجتماعیتون کم میشه. برای اینکه این مشکل رو رفع بکنید، باید برای توسعه سبک زندگی سالم‌تر خودتون زمینه‌های تعامل اجتماعیتون رو علارغم دورکاری ایجاد بکنید و افزایش بدید. از جمله ایراداتش انزوای اجتماعی و عدم تعامل کافی اجتماعی است. نیاز به خود راهبری داره دوستان. دورکاری یکی از مباحث خیلی خیلی عمدهش اینه که باید انسانی باشید، فردی باشید که خودتون قابلیت راهبری خودتون رو داشته باشید. مثلا خودتون در خودتون بتونید انگیزه ایجاد بکنید، انضباط اجتماعی و روزانه‌ای خودتون رو حفظ بکنید، سر یه ساعت مشخصی بتونید بیدار بشید، به کارتون برسید. در واقع در دورکاری خودتون میشید کارفرمای خودتون و کسانی که نیاز به هدایت و راهبری از سمت فرد دیگه‌ای، شرکت دیگه‌ای دارن، براشون دورکاری کردن کار سختیه. یعنی افراد دوست دارن مجبور بشن تا کار بکنن و این با روحیه دورکاری همخوانی نداره. یعنی خودتون باید این قابلیت رو در خودتون توسعه بدید که بتونید خود انگیخته باشید و بتونید کار رو خودتون پیگیری بکنید. نیاز بیشتری به فناوری داره. ببینید یه سری کارا هستن که ماهیتاً دورکاری کردن براشون با فناوری‌های موجود ممکنه فراهم نباشه. بنابراین از جمله ایرادات دورکاری اینه که اگر در یک کشوری زندگی بکنید یا در یک شرکتی باشید که فناوری‌های موجود برای دورکاری، مثلا سرعت اینترنت مطلوبی نداشته باشید، ایراد دورکاری میتونه روی کارتون اثر داشته باشه و این داشتن فناوری ها از جمله مباحث مهم میشه. یکی از مباحثی که در ارتباطات مجازی به وجود میاد به این دلیل که ممکنه زبان بدن به شکل کافی اطلاعات رو بین طرفین رد و بدل نکنه، سوء تفاهم به وجود اومدن در دورکاری خیلی متداوله. این رو هم باز باید یاد بگیریم، یعنی باید یاد بگیریم که نتیکت یعنی رفتار انسان ها در نت یا ادب اینترنتی بهش میگن کاهش پیدا بکنه و ما یاد بگیریم که چگونه موجبات سوء تفاهم در ارتباطات مجازی رو حداقل ممکن برسونیم. و آخرین نکته اینه که ما هنگامی که از راه حضوری کار میکنیم، از راه نزدیک با هم دیگه هستیم، میتونیم بازخوردهای سریع داشته باشیم. با همکارتون تو اداره که صحبت میکنید، پاسخ رو در لحظه میشنوید، بازخورد خوب و بد رو در لحظه میشنوید. بعد در دورکاری ممکنه که مثلا شما یه ایمیل بزنید، دو روز بعد دریافت پاسخ داشته باشید و این کاهش زمان مناسب دریافت پاسخ و بازخورد میتونه از جمله ایرادهای دورکاری باشه. خدمتتون عرض کردم که دوستان ما هدفمون اینه که وضعیت موجود خودمون رو از نگاه راهبردی بسنجیم. یعنی ببینیم الان تو چه وضعیتی هستیم. من وضعیت شما رو نمیدونم که احتمالاً بلاز دورکاری شما چه وضعیتی دارید، اما وضعیت دورکاری رو قراره یه نمایی از آنچه که در دنیا در حوزه دورکاری داریم رو خدمتتون توضیح بدم که شما بتونید وضعیت خودتون رو، جایگاه خودتون رو، موقعیتی که الان درش به لحاظ مسئله دورکاری دارید رو ارزیابی بکنید. پس دوستان اینجا یعنی تو این قسمت کار یه قلم و کاغذی بردارید، ببینید شما به لحاظ وضعیت دورکاری چگونه جایگاهی دارید و وضعیت دورکاری که در دنیا موجوده چقدر با شما همخوانی داره و چقدر تفاوت داره.
خب اولین مسئله آمار کلی شرکت ها و سازمان ها و نیروی کاری که در دنیا دورکاری می کنند یا برنامه دورکاری ندارند یا ترکیبی از این دوتا رو دارند. تحقیقات بازار بر اساس همون اطلاعاتی که گفتم شرکت های معتبر بین المللی در حوزه مشاوره و تحلیل بازار گفتند در حال حاضر 16% شرکت ها نیروی کارشون 100% دورکارند. این عدد اگرچه که شاید به ظاهر عدد کوچکی به نظر میرسه، اما باید بدونید که در سطح جهانی این رقم بسیار بسیار درشتی محسوب میشه و تعداد کسانی که در واقع شرکت هایی که دارن کاملا دورکار کار میکنن و 16%، این عدد قابل ملاحظه ای. این یه دهه قبل کمتر از شاید 1% یا 2% بوده و همین خاطر خیلی خیلی رشد کرده توی دوره کوتاهی. 44% شرکت ها کلن فاقد دورکاری هن. یعنی اصلا برنامه دورکاری در حال حاضر ندارن. به خاطر داشته باشید این اطلاعات هم در دوران کرونا و هم بعد از کرونا به دست اومده و آنچه که الان منتشر شده این گونه است. و 40% شرکت ها در دنیا مدلشون ترکیبی یا هیبریدی هست دوستان. این هیبریدی یعنی یه بخشی از کار رو دورکاری میکنید و یه بخشی رو در منزل هستید. تقریبا همون کاری که الان من انجام میدم، 2/3 کارم دورکاریه، یعنی هفته 60 ساعتی که کار میکنم 40 ساعتش دورکاریه، 20 ساعتش حضوریه. تو دوران کرونا تقریبا 100%ش دورکاری بود. خیلی از شرکت ها این مدل رو میپسندن که تعدادی از ساعت کاری رو به دورکاری اختصاص بدن و مقداری رو هم حضوری. اما سوال اینه که الان وضعیت خودتون، اون قلم دفتری گفتم بردارید و یادداشت بکنید شما وضعیتتون چگونه هست. اگه کارفرما هستید شرکت و سازمان شما چه وضعیتی داره؟ اگر کارمند هستید یا برای خودتون دارید کار میکنید، وضعیت کاری شما در این آمار و اطلاعاتی که بهتون دادم چگونه وضعیتی هست؟ این خیلی دوستان مهمه که در یه برنامه راهبردی شخصی شما آنچه که هستید دارید یا ندارید رو یادداشت بکنید. به عبارتی وضعیت موجود خودتون رو به درستی برآورد بکنید. اما آمار دیگه‌ای هم در حوزه دورکاری هست که با هم دیگه بررسی می‌کنیم. 50% کارهایی که الان تو دنیا انجام میشه همین الان قابلیت دورکاری دارن. یعنی مثلا کارهای خدماتی هستن که باز اسامی این کارها رو هم در آینده با هم دیگه میخونیم. 50% نیروی کار الان میتونن دورکاری بکنن. 84